کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. روزگاران ایران جلد دوم. نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب، محقق، مورخ و ادیب عالی قدر که در زمینه‌های تاریخی و ادبی پژوهش‌های ارزشمند بسیاری از ایشان به جای مانده است. در این مجلد از پایان سلسله ساسانیان، هجوم اعراب به ایران، پیدایش اسلام در ایران زمین تا پایان دودمان تیموریان سخن به میان آورده شده است. فریغونیان در گاوسگانان، آل محتاج در چغانیان، مأمونیان در خارز از این گونه خاندان ها بودند. خاندان احمد ابن سهل کامکار در مرو و خاندان محمد ابن عبدالرزاق کنارنگ در طوس به خاطر شورشگری و سرکشی از جانب سامانیان مورد تعقیب و آزار واقع شدند. در قلمرو آل سامان تعدادی ولایات مرزی به علت وظایفی که در مقابله با هجوم دشمنان داشتند از پرداخت مالیات معاف بودند. ولایت اسپنجاب با آنکه یک مرکز فعال بازرگانی مرزی به شمار می آمد از این جمله بود. در این گونه بلاد غالبا رباط‌هایی برای مقابله با دشمن مهاجم به وجود می آمد که مخارج آن را بازرگانان محلی می پرداختند. وجود این رباط‌های مرزی در اطراف شهرها که از اسپیجاب تا چاچ و بخارا تعداد زیادی از آنها همه جا بنا شده بود، وسیله برای تأمین مرزها و دفع هجوم‌های احتمالی بود. اما رفت آمد قاضیان، متوعه، زائران و حاجیان هم آنها را آباد نگه می داشت و در این حال به پایگاه‌هایی برای نشر اسلام در بین ترکان ماوراء و نهر شرقی تبدیل می کرد. در حواشی قلمرو آنها تعدادی حکومت‌های محلی هم بود که توسعه و تمرکز قدرت سامانیان با آنها تعرض نرساند و با آنکه در عهد یعقوب لیث تاخت و تاس‌هایی در قلمرو آنها شد، در این ایام همچنان استقلالشان باقی بود.
از آن جمله بود بامیان که حکام محلی آن شار خوانده می شدند، زابل که فرمان روایانش عنوان رتبیل داشتند، کابل که تحت حکم هندو شاهان بود و نواحی غزنه که فرمان روایش پادشاه خوانده می شد و با هندو شاهان کابل مربوط بود. این ولایات در این ایام هنوز استقلال خود را حفظ کرده بودند، اما حرکتی که لشکرکشی به قلمرو آنها را بر امیران بخارا الزام کند از آنها صادر نمی شد و وجود آنها قدرت و تمرکز قلمرو سامانیان را به هم نمی زد. سامانیان در نواحی شرقی ماوراءالنهر تا آن سوی سیحون به بست فتوحات و نشر اسلام پرداختند. وقتی شهر تراز در این نواحی به وسیله آنها فتح شد، معابد و کلیساهای آن به مسجد تبدیل گشت. نشر اسلام در این نواحی هرچند بیشتر به وسیله متوعه و متشرعه انجام شد، در عصر آنها رونق بیشتر یافت. به علاوه رفت آمد بازرگانان از ماوراءالنهر به آن سوی سیحون طوایف ترک غیر مسلمان آن نواحی را با اسلام آشنا کرد. چنانکه مسافرت‌های مکرر بعضی فقها و مبلغان متشرعه هم که در این زمینه بسیار مؤثر بود از جانب سامانیان تسهیل و تشویق شد. حاصل آن شد که یک بار در عهد امارت آنها بر وفق آنچه از یک گزارش ابن عسیر برمی آید بالغ بر 20,000 خرگاه از کافران ترک تحت تأثیر عوامل مؤثر اسلام آورد. 329 هجری. اسیرانی هم که در جنگ‌های متوعه گرفته می‌شدند در بخارا و نواحی دیگر تدریجاً اسلام می‌آوردند و آنها که در دربار بخارا تربیت می‌شدند بعدها جنگجویان متعصب سنی و سرداران کارآمد و احیاناً قاضی بودند. اینکه در اواخر عهد نصر بن احمد جناح فقها در بخارا قدرت قابل ملاحظه‌ای به دست آورد از نفوذ عمیق تربیت اسلامی در بین ترکان دربار حاکی است. نفوذ تدریجی اسلام در بین ترکان موجب شد که در اوایل عهد آنها اولین سلسله فرمانروایی مستقل ترک هم به صورت سلاله ایلک خانیان در آن نواحی به وجود آید و بعدها معارض و منازع خود آنها گردد و در ماوراءالنهر و تمام آسیای میانه وارث و جانشین حکومت آل سامان شود. با آنکه تختگاه سامانیان تا پایان امارت آنها همچنان در بخارا باقی ماند، فرمانروایی آنها در تمام ماوراءالنهر و خراسان نقش امرای این خاندان را در رویدادهای عمده تاریخ قرون نخستین اسلامی ایران قابل ملاحظه ساخت. در بخارا اسماعیل ابن احمد بنیانگذار دولت سامانیان قسمتی از زمین‌های اطراف را خریداری کرد و برای موالی، بندگان و سپاهیان خیش در آنجا خانه‌ها بنا کرد. جهت خود نیز باغ و قصر ساخت. این اقدام وسیله ای شد تا قدرت دهقانان و مالکان را در آن نواحی محدود کند و آن حوالی را که بعد از آبادی محلی جوی مولیان نام گرفت پشتوانه ای برای تمرکز و تحکیم قلمرو خاندان خیش سازد. و بدین گونه بود که او بخارا را تبدیل به یک تختگاه بزرگ اسلامی عصر نمود و آن را مثل بغداد کانون فعالیت علمی و دینی آن ایام ساخت. سامانیان در اوایل دولت خیش با علویان تبرستان و در اواخر آن با آل بویه درگیری‌هایی پیدا کردند و این درگیری‌ها در هر دو مورد ایشان را پشتیبان دستگاه خلافت و مدافع مذهب تسنن نشان داد. ارتباط دائم با فقهای ولایت هم که مخصوصاً از عهد امارت اسماعیل ابن احمد سنت فرمان روایان این سلسله شد وسیله‌ای گشت تا سامانیان از آن طریق اعتماد عامه را جلب نمایند و نقشه‌های خود را در نشر و احیاء فرهنگ ایرانی بیمانه اجرا نمایند. در واقع تقریباً در تمام مدت فرمان روایی سامانیان فقهای بزرگ ماوراءالنهر غالباً مشاوران آنها بودند. مجالس مناظره و گفت و شنود هم که تقریبا همه هفته با حضور فقها در دربار آنها برپا می شد وسیله‌ای برای توسعه معارف بود که در این حال احیاء فرهنگ ایرانی را در حدی که با احکام شرع مغایر نبود ممکن می ساخت. نظام اداری در عهد سامانیان تلفیق از رسوم و قواعد معمول در دربار خلفا با پاره ای آداب از میراث دیوانی دوران قبل از اسلام خراسان و ماوراءالنهر بود.
پاره رسوم و مقررات که ابو عبدالله جیهانی وزیر روشنفکر عصر از اقوام و ممالک دیگر چون روم و چین و ترک و هند و مصر و شام اخذ کرد، این نظام اداری را غنی‌تر، عادلانه‌تر و تأمین‌پذیرتر ساخت. این قواعد و رسوم وسیله برقراری نظم و تعادل در دخل و خرج مملکت بود و فقط دخالت‌های درگاه دربار امیر که تحت نظارت حاجب بزرگ یا حاجب سالار واقع بود و حکام ولایات و فرماندهان سپاه هم با آن مربوط بودند، در پاره موارد نظام آن را مختل می‌کرد و آن را از نظارت بر حسن جریان امور مانع می‌آمد. ضرورت تقسیم کار دیوان اعظم را شامل دیوانهای کوچکتر می کرد که از جمله شامل دیوان رسائل، دیوان برید، دیوان استیفا و دیوان اشراف بود. اما تمام این دیوانها تحت نظارت خواجه بزرگ بود که وزیر خوانده می شد و بعدها به علت نظارت کلی که بر تمام دیوانها داشت، گهگاه عنوان صاحب دیوان نیز بر وی اطلاق می گردید. اما چون وزیر که بر سراسر دیوان و احیاناً بر درگاه نیز نظارت داشت، غالباً با نظر حاجب سالار انتخاب می‌شد و در بسیاری موارد هم سپه سالار که غالباً والی خراسان نیز بود، در انتخاب وی دخالت داشت، مداخلات درگاه و امیران در اداره دیوان اجتناب ناپذیر می‌شد و گاه به بروز اختلافات منجر می‌گشت. سپاه منظم که به وسیله سپه سالار و سرداران تحت فرمان امیر رهبری می شد، در لشکرکشی ها فعالیت دائم داشت. چریک مزدور و احیانا دسته های متوعه و قاضیان هم در زد و خورد های مرزی با آن همراه بود. اما جانبداران امیر که به زبان عصر ما گارد مخصوص و در واقع حافظ جان و مجری فرمان شخص امیر بودند و البته تحت فرمان شخص او واقع بودند، غالباً از غلامان خاصه تشکیل می شدند که اکثر آنها تدریجاً از بازارهای سرحدی خریداری می شدند یا به شکل هدیه و احیاناً به جای باج و مالیات از جانب امرای اطراف به درگاه بخارا فرستاده می شدند و اینها در تحت نظارت گارد مخصوص تربیت می شدند. امیر حرس از جانب فرمانروا بر احوال آنها نظارت داشت و بعد از آنکه در جنگ‌ها یا مأموریت‌ها استعداد قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دادند، رفته رفته سالار و فرمانده می شدند و به مرتبه امرای بزرگ ترقی می کردند. اکثر آنها غلامانی ترک بودند، اما از سایر اقوام هم در بین آنها وجود داشت، چنانکه فایق خاصه ابوالحسن ابن عبدالله از سرداران معروف عصر اصلش رومی یا یونانی بود. محاضا اینکه بیشترینه افراد گارد و فرماندهان آنها ترک بودند، مانع عمده‌ای در ایجاد نظم و انضباط در ثغر ترکان بود که انقراض سامانیان هم تا حدی از همین معنا ناشی بود که در کشمکش با ترکان ایلک، با ترکان غزنه و با ترکان سپاه به همین ترکان میبایست تکیه نمایند و پیداست که بر چنین عناصر بیگانه تا چه حد میتوان اتکا داشت. ظهور نشانه های انحطاط در دولت سامانیان در واقع با غلبه همین گونه غلامان مقارن بود. شورش هایی که در داخل دربار بخارا به وجود آمد و غالباً ناشی از برخورد بین اهل سپاه و اهل دیوان بود، این انحطاط را تسریع کرد. انقلابات خراسان که ناشی از ناسازگاری امرای ترک با یکدیگر و با سیاست تمرکز مورد نظر اهل دیوان و امیر بخارا بود، خراسان را تدریجاً از سلطه سامانیان خارج کرد و ماوراءالنهر را هم دچار تزلزل ساخت. دولت سامانیان با ادامه سیاست طاهریان و با اظهار تبعیت رسمی نسبت به خلیفه بغداد موفق شد، هم موضع خود را در بین عامه مسلمین قلمرو خیش مقبول و مشروع سازد و هم در عین وفاداری به سنت‌های اسلامی در احیاء معاصر و نگهداشت میراث‌های قومی و باستانی ایران اهتمام قابل ملاحظه‌ای به جای آورد. در تمام ماوراءالنهر بعد از انقراض سامانیان دیگر هیچ سلاله تاجیک فرصت ایجاد یک دولت پایدار مقتدر را نیافت. با این حال فرهنگ ایرانی که فارسی زبانان این نواحی اقوام تاجیک همچنان در حفظ و نقل و نشران مصمم ماندند، طی قرن‌ها همچنان در تمام این نواحی حاکم و غالب بود.
ایلک‌خانیان قسمتی از این نواحی را ترک نشین کردند، اما غلبه ترکان آنها قدرت و سلطه فرهنگ و زبان فارسی را در سراسر این سرزمین هیچ جا از بین نبرد. ایلک‌خانیان در سمرقند و بخارا همه جا زبانشان فارسی بود. دیوان رسائل آنها هرگز به هیچ زبان دیگر نقل نشد و نوشت و خواندانها با فرمانروایان عصر همچنان به فارسی ماند. اینکه آنها خود را آل افراسیاب می‌خواندند نشان استقرار آنها در فرهنگ ایرانی و دنیای اساطیر شاهنامه بود. شاعران و نویسندگان عصر هم اشعار و آثار خود را به همین زبان به آنها اهدا کردند. عمعقی بخارایی، رشیدی سمرقندی، سوزنی و زهیری با اهدای اشعار و آثار خود از آنها تشویق و نواخت یافتند. ایلک‌خانیان در رابطه با خلیفه شیوه سامانیان را دنبال کردند، اما وحدت و تمرکز که با زندگی بدویگونی آنها سازگاری نداشت در قلمروی آنها حاصل نشد. غالبا تعدادی از آنها در عرض هم واقع بودند و هر یک از سران خاندان در جانی داعیه حکومت داشت. بعضی از آنها در اطراف خراسان یک چند تاخت و تاز هم کردند، اما هرگز موفق به کسب قدرت پایداری در این سوی جیهون نشدند. سعی ایلک نصر به وسیله محمود در 396 و سعی خاقان شمسل ملک نصر در این باره به وسیله ملک شاه سلجوقی در 465 ناموفق ماند. در دوران ملک شاه و سنجر دولت آنها دست نشانده سلجوقیان بود. حتی در اوایل حال هم محمود غزنوی که در دشت کتر نزدیک بلخ ایلک نصر را شکست سخت داد 398 بارها خود را در مداخله در امور آنها مجاز و مختار یافت. دولت آنها که به علت ضعف و پراکندگی از آسیب تعرض‌ها مسون ماند به دست محمد خوارزمشاه منقرض گشت. 607 با آنکه فرمانروایی آنها در تمام مدت دوام خود جز در عهد سلجوقیان رابطه‌ای با تاریخ ایران نداشت، در بین آنها کسانی هم پیدا شدند که در پاره‌ای رویدادها مخصوصاً در آنچه به خراسان مربوط می‌شد نقش‌هایی ایفا کردند. از آن جمله تمقاج خان ابراهیم که الب ارسلان دخترش را برای پسر خود ملک شاه تزویج کرد. احمد خان خاقان سمرقند که یک چند در دربار ملک شاه به صورت گروگان سر کرد و در بازگشت به ماوراءالنهر به اتهام الحاد به فتوای فقها کشته شد. 482 قدر خان جبرائیل که به علت تاخت و تاز در سرحدهای خراسان به وسیله سنجر دستگیر و کشته شد. 495 محمد ارسلان خان که سنجر دوبار در 507 و 524 برای تنبیه او لشکر به ماوراءالنهر برد. خاقان محمود ابن ارسلان که خواهرزاده و بعدها ولی عهد سنجر شد در واقعه قوز 548 انوری قصیده نامه اهل خراسان را در استدعای ورود او به خراسان سرود. و بالاخره نصرت الدین عثمان خاقان سمرقند که برای رهایی از فشار قراختائیان نسبت به محمد خوارزمشاه اظهار طاعت کرد، اما چندی بعد بر وی یاغی شد. 607 و با شکست او از سلطان محمد دولت آل افراسیاب خاتمه یافت. بدین گونه ماوراءالنهر بعد از سامانیان متجاوز از دو قرن در دست ایلک‌خانیان باقی ماند، اما خراسان که در تقسیم قلمروی آل سامان سهم محمود سبک تکیل شد، حتی نیم قرن هم در دست غزنویان باقی نماند. 10 سالی بعد از وفات محمود معروض تاخت و تاز سلجوقیان گشت و به دست ترکمانان افتاد. عمر دولت غزنویان با وجود قدرت و غلبه‌شان در خراسان کوتاه بود. قلمروی به نسبت کوچکی که محمود ابن سبکتگین مقارن عهد انحطاط و انحلال سامانیان با الحاق خراسان به آن ناگهان آن را به صورت یک امارت وسیع و بزرگ درآورد و با جلب نظر خلیفه استقلالی بدان بخشید و تمام آن را از تعرض احتمالی ترکان ایلک‌خان که بر بخارا مسلط شده بودند نجات داد، ولایت کوهستانی غزنی یا غزنی یا غزنین بود که در دامنه کوههای سلیمان در نواحی شرقی افغانستان کنونی قرار داشت. و پدر او سبکتگین ابن قرابجکم آن را از پدرزن خود اولوبتگین به میراث یافته بود.
حکومت غزنه که هنگام وفات سبکتگین و بر اثر فتوحات او در نواحی مجاور، ولایت قصدار و بست و زابل و رخج و زمین داور و پیشاور و نواحی تخارستان و بدخشان را هم شامل می شد، در آن ایام بیش از هر چیز یک ثغر اسلامی در حاشیه دنیای هند بود و غزو و جهاد دائم در نواحی غربی هند را هم که بعدها شغل عمده محمود واقع شد، به عنوان یک میراث سیاسی به اقتضای حکم خلیفه دریافت داشته بود و از عهد امارت سبکتگین به صورت یک حکومت اسلامی فعال و یک مرکز رهبری غزوات ضد هند درآمدی بود. با الحاق خراسان به آن، دولت غزنه که در واقع به وسیله اولوپتکین بنیاد شده بود، وارث تمام قلمرو سامانیان در خراسان نیز شد و بدین گونه در مرزهای غربی خیش با دولت‌های آل زیار و آل بویه هم که هیچ کدام به اندازه حکومت نوزاد غزنه مورد تایید و اعتماد خلیفه نبودند، همسایه شد. و سیف الدوله محمود با دریافت عنوان یمین الدوله، بنیان قدرت و استقلال این قلمرو به نسب وسیع را در همان آغاز انحطاط سامانیان استوار ساخت. دولتی بزرگ که بدینسان به وسیله یمین الدوله محمود در نواحی شرقی ایران به وجود آمد و وارث قسمتی از قلمرو آل سامان شد، یک دولت فارسی زبان نظامی و اسلامی بود که خاستگاه نژادی و ملی خاصی نداشت، اما در تمام مدت اطلاع خود که از نیم قرن تجاوز نکرد، به عنوان مروج و مبلغ آیین اسلام در بین کفار هند یا به منزله مدافع مذهب تسنن در مقابل تمایلات شیعی و ضد خلافت مورد توجه و تایید خلیفه بغداد و تا حدی مقبول و محبوب متشرعه اهل سنت در تمام خراسان و در اکثر بلاد فارسی زبانان اهل تسنن بود. تشویق و حمایت از شعر و ادب فارسی و حتی عربی هم بخشی از میراث فرهنگی سامانیان بود که بر عهده این دولت افتاد، هرچند وارثان ترک آن سلاله در ماوراءالنهر هم برای اداره قلمرو خیش تقریبا در تمام مدت فرمانروایی بر عناصر تاجیک متکی بودند و ترویج و تشویق شعر و ادب فارسی را در تمام حوزه امارت خود اجتناب ناپذیر یافتند. با آنکه استقلال واقعی این دولت به وسیله سبکتگین و پسرش محمود تأمین شد، بنیانگذار اصلی آن اولوپتگین بود که با بیرون آوردن غزنه از دست امرای محلی آن نواحی در 344 برای خود یک پایگاه امن که او را از تعرض سرکردگان سپاه سامانیان در امان دارد به وجود آورد. اساس استقلال این حکومت را در این ولایت کوهستانی بنا نهاد و به جای درگیری در منازعات مستمر امرای بخارا با سرکردگان شورشی ولایات، در این نواحی به بسط نفوذ در قلمرو هندوان پرداخت که در نظر متشرعه بخارا غزو کفار محسوب می شد و حمایت باطنی و قلبی آنها را هم همراه داشت. در آغاز ایجاد این پایگاه نظامی، غزنه هم به سبب انتصابی که اولوپتگین با دربار آل سامان داشت، جزء قلمروی آنها به شمار می آمد. اما تدریجاً به دنبال رویدادهایی که سرانجام اولوپتگین را از دربار بخارا و از ارتباط با سامانیان دور ساخت، غزنه پایگاه امارت مستقلگونه اولوپتگین واقع شد و رابطه آن با دیوان بخارا و حکومت سامانیان قطع گشت. بعد از وی در 352 حکومت این نواحی به پسرش اسحاق رسید، اما او که قدرت و کفایت پدر را فاقد بود، دوباره با سامانیان در ساخت و ارتباط خود را با دربار بخارا تجدید کرد. حکومت او 3 سال بیش نکشید و بعد از مرگ او قدرت به دست غلامانی ترک افتاد که همراه پدرش غزنه را از تصرف لاوک پادشاه هندوی محلی آن بیرون آورده بودند. از آن میان بلکا تکین 10 سال و بوری تکین پیری تکین 2 سال به عنوان والی یا امیر تابع و دستشانده بخارا در غزنه و توابع فرمان راندند. بوری تکین سالها در خدمت سامانیان به سر برده بود و یک چند نیز از جانب آنها در بلخ حکومت کرده بود. از این رو بعد از اسحاق ابن اولوپتگین در اظهار طاعت و تبعیت نسبت به سامانیان تردید نکرد.
بیکفایتی بورید حکیم نه فقط لاوک پادشاه سابق غزنه را به طمع بازگشت به امارت انداخت، بلکه فرصت به سبک تکیم داماد اولوب تکیم داد که با وی در افتاد و با تحریک و توطئه سپاهیان غزنه را به خلع او واداشت. بدین گونه قلمروی اولوب تکیم به دامادش سبک تکیم رسید 367 و غزنه تختگاه آل سبک تکیم گشت. سلسله غزنویان سبک تکین هرچند بلافاصله سکه به نام خود زد، نام نوح ابن منصور را هم بر آن رقم زد و بدین گونه تابعیت اسمی غزنه را نسبت به بخارا اعلام نمود. این کار برای او ضرورت هم داشت، چرا که در آن ایام حکومت خراسان و ماوراءالنهر همچنان به نام سامانیان بود و جز با حکم آنها که از جانب خلیفه در تمام این نواحی حکومت داشتند، فرمانروایی وی بر قلمروی خیش رسمیت نمی‌یافت. مطالبه و دریافت باج و خراج از جانب او نامشروع می شد. قاضیان و متوعی محل در غزوات هند با او کمک نمی کردند یا از فرمان او سرفرو می پیچیدند و فرمان روایی او با دشواری های بسیار مواجه می گشت. به هر حال سبک تکین در طی سالهایی که بخارا دچار منازعات سرکردگان نظامی بود، بیان که خود را در منازعات آنها وارد کند، تدریجاً به بست قلمروی خود پرداخت. در اندک مدت با الحاق تخارستان و بلخ، زابلستان، زمین داور، غور و بست و قصدار به متصرفات خیش با جیپال پادشاه نواحی سند برخورد یافت. چندین بار با او جنگید و بر اثر پیروزی هایی که غالبا نصیب او شد، خود را در آن نواحی همچون قهرمانی نشر اسلام نشان داد. پسرش محمود هم در طی این جنگ ها غالباً جلادت و دلاوری قابل ملاحظه بروز داد و آوازه غزوات آنها در نواحی شمال غربی هند در خراسان و ماوراءالنهر هم انعکاس یافت و با تحسین و علاقه مواجه شد. چون نسبت به امیر بخارا اظهار تبعیت می کرد، چند بار از جمله در 382 و 385 امیر بخارا در دفع شورش ابو علی سنجوری از او استمداد کرد و او به این درخواست ها جواب مساعد داد و به یاری وی لشکر به خراسان برد. بالاخره از جانب پادشاه سامانی عنوان امارت خراسان با لقب ناصرالدین به وی داده شد و پسرش محمود با لقب سیف الدوله از جانب وی در نیشابور به امارت نشست. 385 و به نام خود سکه زد. سبک تکین در این ایام بلخ را تختگاه خیش ساخته بود و از آنجا بر غزنه و توابع حکم میراند و در این حال بر آنچه در بخارا میگذشت نظارت داشت. هنگام مرگ او شعبان 387، چون ظاهراً از محمود ناخرسندی هایی داشت، لشکریان پسر دیگرش اسماعیل را در غزنه به امارت نشاندند. اما محمود که در نیشابور از مرگ پدر آگهی یافت، با برادر به منازعه برخاست. لشکر به غزنه برد، اسماعیل را برکنار کرد و تختگاه پدر را به تصرف آورد. در بازگشت به نیشابور مواجه با اغتشاشایی شد که منجر به خلع ابوالحارث منصور شده بود و در دنبال آن بخارا به دست ایلک خان افتاده بود. محمود که انقراض سامانیان را مسلم می دید و علاقه به حمایت از عبدالملک خردسال امیر دست نشانده امراء یاقی نداشت، در خراسان خطبه به نام خود کرد و از جانب خلیفه القادر بالله هم امارت و استقلالش مورد تأیید واقع گشت. 389 بعد هم با ایلک خان قرار دوستی نهاد و رود آموی جیهون را سرحد دولت هند ساخت. با این تقسیم فرمانروایی یمین الدوله محمود بر خراسان بی منازع شد و پادشاه غزنه در حمایت از امیر منتصر دیگر اصراری نکرد. اما بعدها که آن آخرین پادشاه سامانی به تحریک خان ترکستان کشته شد، در 395 در تنبیه کشندگان او سابقه حقوق خدمت در دستگاه آل سامان را به جا آورد. هرچند از مرگ او که گهگاه خوابهای طلایی وی را برمی‌آشفت، آسوده خاطر و خرسند شد. محمود که لقب سیف الدوله اش به یمین الدوله و امین المله تبدیل گشت، چون استقلال خود را در تمام خراسان بی منازع یافت، به توسعه قلمروی خود در سیستان و حواشی ماوراءالنهر پرداخت و در این حال تاخت و تازهایی را که با پدرش سبک تکین در نواحی مرزی هند آغاز کرده بود دنبال کرد.
موضع سوغالجیشی غزنهم در مجاورت نواحی غربی هند انگیزه و خیزگاه او در این تاخت و تازها شد. تاخت و تازهایی که غالباً به قصد غارت انجام می شد و دوستداران او و پدرش آنها را غزوات می خواندند. جهاد مقدس محاضا اونیز مثل پدر در این ایام تختگاه خود را به بلخ ولایت تخارستان منتقل کرد که از آنجا بر تمام قلمرو خیش اشراف بیشتر داشت. غلبه بر سیستان که آنجا را از دست خلف ابن احمد بانویه از بازماندگان آل صفار بیرون آورد، در 393 نیز فرصتی بود که او را برای غزوات هند که در تمام دوران فرمان روایی ظاهراً مهمترین دل مشغولی او بود آمادگی بیشتری داد. عنوان سلطان که او در بین امرای عصر با ممتاز بود از جانب خلف ابن احمد و از باب تملق و تواضع در حق او به کار رفت. 390 از جانب خلیفه تایید نشد و در سکه های اونیز هرگز به کار نرفت. فقط تملق گویان دیگر از شاعران و نویسندگان عصر آن را تکرار کردند و عنوان سلطان که در آن ایام غالباً ویژه خلفا یا حاکی از قدرت دینی آنها بود در مورد یمین الدوله محمود فقط در بین متملقانش تداوی پیدا کرده. شکست قاطعی که در دشت کتر نزدیک بلخ بر سپاه ایلک‌خان وارد کرد او را که تی لشکرکشی وی به هند در خراسان به تاخت و تاز پرداخته بود 396 سر جای خود نشاند. 398 و از آن پس ایلک هرگز به اندیشه تعرض به قلمرو او نیفتاد. محمود بعد از تحکیم موضع خود در خراسان حدود 392 تقریباً همه ساله در ایام زمستان در نواحی هند عنوان غزوات را بهانه تاخت و تازهایی ساخت که خزانه او و جیب سپاهیانش را پر می کرد. در جریان این تاخت و تازها که از جمله تسخیر ماتوره و سومنات توفیق او را در غزوات همه جا مایه اعجاب ساخت، وی موفق به ایجاد قلمرو پایداری در پنجاب و مولتان گشت که لاهور مرکز آن بود و سالها بعد که خراسان و جبال از دست اعقاب او خارج گشت به صورت یک تختگاه ایمن و ثابت غزنویان در آمد. به علاوه در طی این غزوات به تعدادی از فرمانروایان نواحی گنگ و سند را هم به اظهار طاعت و تقدیم باج وادار کرد. سکونتگاه طوایف افغان و همچنین نواحی غور و قرجستان هم با ولایت جوزجانان در طی این لشکرکشی ها به اطاعت وی در آمدند و قلمرو در تمام خراسان ایمن و بی‌منازع گشت. جرجانیه خارزم، گرگانج یا اورگنج هم که خاندان محلی مأمونیان سالها در آنجا فرمانروایی مستقل محلی داشت، به سبب طغیانی که در آنجا بر ضد ابوالعباس مأمون، شوهر خواهر وی رخ داده بود و به قتل او منجر شده بود، از جانب وی مسخر گشت. 408 و با عنوان خارزم شاه به یک سردار ترک به نام التونتاش واگذار گشت. مخاطب گرامی، محمود در این سالهای قدرت با تدارک و تشریفات بسیار از جهان عبور کرد، به ماوراءالنهر رفت و با قدرخان پادشاه ترکستان دیدار و مصالحه کرد. 415 در بازگشت به ترکمانان سنجاقی که در آن نواحی ناحیه نور در بخارا زندگی بدوی و شبانکارگی داشتند اجازه عبور از جیهون و ورود به نواحی مرزی خراسان داد. 416 اما چندی بعد که ورود آنها را در حوالی نسا و باورد موجب ناخرسندی و شکایت خلق یافت، برای تنبیه آنها به خراسان عزیمت کرد. 419 و آنها را به طاعت الزام نمود. چندی بعد فلک المعالی منوچهر ابن قابوس را در گرگان به اظهار انقلاب